خیلی خوش آمدین. ادامه برنامه هست. ما در یه اواخر شاهد هستیم که بانوان کشور ما واقعا علاقمندی خیلی زیاد پیدا کردن به ورزش و در هر رشته ورزشی تمرین میکنن، کار میکنن تا بتونن دستاورد خوبی داشته باشن به خودشان، خانوادهشان و کشورشان. در این بخش برنامه فرشته جان کپیتان تیم ویلچر بسکتبال بلخ باخود داریم و همراهشان بیشتر صحبت میکنیم. خیلی خوش آمدین فرشته جان به برنامه. خوش باشین. سلام تقدیم بر شما بر بیندای تلویزیون آرزو. سلام عرض باشین. شما قسمی که معرفی کرد و جان کپتان تیم ویلچر بسکتبال ولایت بلخ و همچنان عضو تیم ملی ویلچر بسکتبال افغانستان هستین. میشه در مورد این بر ما بگین که چطور خواستین ورزش و دنیای ورزش انتخاب بکنین و وارد رشته بسکتبال شوین؟ خب من کپتان تیم ولایت بلخ هستم. تقریبا من مدت 8 سال میشه که ویلچر بسکتبال میکنم. علاقه مند ورزش بودم. خب از خانواده بر ما بگوین در آغاز زمانی که وارد ای رشته شدین چقدر حمایتتان کردن و چقدر موانع رو سر راه خود دیدین از طرف جامعه یا مردم؟ خب این شرایط افغانستان است که به قدر قبول نمی کنن. بله. بانو ورزش بکنه و در این عرصه فعالیت داشته باشه. بله و من فامیلم خیلی زیاد تشویق کردن. من از فامیل خود راضی هستم، همیشه من تشویق کردن. بله. خب فرشته جان بانوان چگونه میبینین؟ واقعا علاقه مند هستن که کار بکنن؟ نظر به گذشته ها فعالیتشون خیلی بیشتر شده، نظر شما چی است؟ بله دختر خانم ها خب فعلاً علاقمند زیاد شدن بر ورزش. ما چند نفر در خود تیم ملی بسکتبال هستن؟ تقریبا 12 نفر ما تیم ملی داریم در افغانستان. 12 نفر شما هستن؟ بله. خب میشه در مورد دستاوردهایتون برام بگین و اینکه آیا کدام مسابقه خارجی هم داشتین؟ بله، ما تیم ملی ویلچر بسکتبال افغانستان 4 بار سفر بیرون داشتن که خوشبختانه یک سفر ما قهرمان بالی کپ شدیم. دیگه سفرام داریم. بله. بعد از این بخیر میریم سفر داریم به کشور خارج. آها، انشاءالله که موفق باشین. میشه در مورد کپایی که اینجا آوردین و تقدیرنامه‌ای که آوردین اینجا صحبت بکنین؟ من یک تقدیرنامه را میگیرم. میشه یک شام با ما بتی روی جان که معرفی بکنه؟ میشه که ازی شروع بکنیم؟ می از کدام مسابقه و یا کدام دستاوردتان است؟ ما تقریبا یک ماه پیش مسابقات ولایتی بود که بین 3 ولایت، ولایت کابل، مزار شریف و هرات، که بعد از مسابقات ما آمدیم هیره والی صاحب بر ما تقدیر کرد. و در مورد این مدال و یا پلاک که در دست ما است میشه معلومات بتین که در مورد کدام مسابقه است؟ این مسابقه ما 3 ماه پیش کشور اندونزیا رفته بودیم که جام پار المپیک بود. این بله. تقدیرنامه را از جا بر ما دادن. بله، تقدیرنامه و دستاوردشون خیلی زیاد هست، میشه که یک و یک در موردشون صحبت بکنیم. بله، در مورد این میشه بگویم؟ هیرام تربیت بدنی ولایت بلخ بر ما تقدیم کردن که چند روز پیش ما مسابقات داشتیم در بین تیم خود ما تربیت بدنی بر ما دادن. در مورد تربیت بدنی گفتین، آیا تا حال حمایت از سوی دولت و یا از سوی کدام ارگان شخصی از شما و تیمتان شده؟ خب نخیر نه، اما تقریبا یک 3-4 ماه میشه که ما را تربیت بدنی ولایت بلخ حمایت میکنن. و میشه در مورد این دو تا کپی که اینجا است بر ما بگوین که از کدام مسابقات و کدام سارد است؟ هی کپ که میبینین، هی من بهترین بازیکن شده بودم در سطح ولایات که هی کپ از او وقت است و او کپ دیگر هم بر ما المپیک ولایت بلخ داره. و در مورد این مسابقه که عکسش پیش ما هست واقعا خیلی خوشحال هستین و حتما از یک دستاورد خیلی کلان بوده. بله، تقریبا 3 سال پیش من بر بار اول بهترین بازیکن شده بودم که او کپ بار اولم بود. بسیار احساس خوشی داشتم.
بله انشاءالله که مثل احساسات خوشایند خیلی بیشتر باشه برای شما، چون یک ورزشکار زمانی که بعد از مسابقه به یک دستاورد میرسه و موفق میشه میتونه که این شادی را به تمام هموطنانش منتقل بکنه. ممنون از اینکه با برنامه حضور پیدا کردیم بانو فرشته و امیدوار هستیم که دستاوردهایتان از این بیشتر و بیشتر شود. سلامت باشین. خیلی ممنون از اینکه ممنون از شما بیننده های عزیز که تا حال با ما همراه هستین. آهنگی از بشیر وفا، مطلعش هم حجاب است. با هم میبینیم و دوباره برمیگردیم.